سلام، وقت بخیر. برنامه قبل یادتونه در مورد نماز وهابیا صحبت کردیم و دیدید که چطور وهابیا زیباترین عبادت دین اسلام رو به زشت‌ترین و مضحک‌ترین انحرافات آلوده کردن. این برنامه میخواییم به مسائل پیرامون این نماز بپردازیم. به همین خاطر سراغ کارشناسای وهابی رفتیم تا از خودشون سوال کنیم. آقا مسئلتون، اگه کسی توی این نماز شلم شوروای شما حواسش هم پرت بشه و حواسش بره اونجایی که نباید بره، اون موقع حکمش چیه؟ باید چیکار کنه؟ اگر کسی خیلی حواس پرتیش پیش اومد براش، در داخل نماز که هست بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، طرف چپش سه بار توف کنه یواشکی، طرف چپش سه بار توف کنه یواشکی. جان چیکار کنه؟ توف کنه؟ یواشکی هم توف کنه؟ خب چرا یواشکی آقا؟ راحت باش، این نمازی که شما میخونید باور کن بیشتر از این هم نمیارزه. اصلا ولش کن، بذار یه سوال دیگه بپرسم. آقا اگر کسی نمازشو سهوًا یا اصلا عمدن ترک کرد و نمازش قضا شد، اون موقع حکمش چیه؟ اگر نمازهای زیادی قضا شدن، صحیح ترین و درست ترین رأی علما بر این هست که اون نماز رو در واقع قضایی ندارد، چون عمدن ترک شده، و شما توبه و استغفار بکنید و نوافل بخونید، انشاءالله که خداوند متعال مغفرت میکند. آها اینو میگندی، هر کار کاری دوست داره میکنه. آقا شما نمازت نخون، بعد یه استغفار کن، کلن حله. البته ناگفته نماند که این مربوط به نمازهای یومی است که هر روز میکنیم. نماز جمعه کلن داستانش فرق میکنه. پس بریم ببینیم کسی که نماز جمعه نخونه حکمش چیه. هذا حکم تارك الصلاة يوم الجمعة 25 جلدة للي بيكون قائم على البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة يوم الجمعة يعاقب من الهيئة الشرعية ب 25 جلدة أمام الناس. نه به اون شوری شور، نه به این بی‌نمکی. هر کی این بساط وهابیا رو ببینه متوجه میشه که نماز خوندنشون هم مثل بقیه کاراشون بیشتر به یه شوخی بچگونه شبیه تا یه کار جدی. به همین خاطر هم از که توی این مذهب هر کسی آزاد هر کاری دوست داره بکنه، مثل این امام جماعتشون که وسط نماز هر کاری دوست داره میکنه. الله اکبر، الله اکبر. انتظروا دقيقة، انتظروا دقيقة.